تبادل آتش شبانه در یکی از تپه‌های مشرف به شهر افرین. این تازه ترین تصویری است که نیروهای تحت حمایت ترکیه از عملیات موسوم به شاخه زیتون منتشر کردند. عملیاتی که ترکیه از یک ماه پیش علیه بخشی از نیروهای کرد سوریه آغاز کرد. کردها حالا میگویند که ترکیه به زودی نه فقط با آنها که با ارتش سوریه و نیروهای حامی بشار اسد هم روبرو خواهد شد. افاد مراسل الاخبار في حلب بان قوات شعبيه ستصل الى این مجری تلویزیون سوریه که میگوید نیروهای دولتی برای حمایت مردم افرین در مقابل دشمنانشان وارد این منطقه خواهند شد. اما این تحول برای ترکیه به چه معنا خواهد بود؟ این نقشه تقریبا آخرین وضعیت عملیات ارتش ترکیه را نشان می‌دهد. بخش‌های آبی حالا در دست نیروهای سوریه تحت حمایت ترکیه و ارتش این کشور است. رنگ زرد مناطق در کنترل کردها را نشان می‌دهد. به نظر در این مرحله هدف اصلی وصل کردن عزاز و ادلب است که در نقشه به رنگ سبز مشخص شده. به این ترتیب کمربند یا نوار امنیتی که آنکارا می‌خواهد شکل می‌گیرد. حالا اگر در این نواحی مرزی ارتش سوریه جای نیروهای کرد را بگیرد، تا حدی ممکن است خواست ترکیه برای عقب راندن کردها از این منطقه هم عملی شود. وزیر خارجه ترکیه هم که به اردن سفر کرده، امروز از این رویداد استقبال کرد، اما به طور مشروط. حالا رژیم وارد اینجا خواهد شد یا نه؟ این مهم است که بدانیم برای چه وارد می شود. اگر رژیم برای بیرون راندن پکک و یپگ می آید، مشکلی نیست. اما اگر برای محافظت آنها می آید، کسی نمی تواند جلوی ارتش ترکیه را بگیرد. این هم درباره افرین صادق است و هم منبج و هم شرق فرات. با این حال، نیروهای تحت حمایت آنکارا که در این عملیات حضور دارند، از مخالفان سرسخت بشار اسد به حساب می آیند و همین درگیری آنها با ارتش سوریه را تقریبا گریز ناپذیر می کند. مگر اینکه ترکیه کاملا این نیروها را مهار کند. این توافق شاید بر وجهه کردهای سوریه هم که تا به حال بیشتر به عنوان همپیمانان آمریکا در جنگ با داعش شناخته می‌شدند سایه بیاندازد. گرچه کردها می‌گویند هدف توافق حفظ امنیت غیر نظامیان است و جنبه سیاسی ندارد. این تصاویری که بی بی سی عربی در سفر به افرین گرفته، حالا هوای این روزهای شهر را نشان می‌دهد. بسیاری سلاح به دست گرفتند و تقریباً هر روز هم مراسم تشییع کسانی است که گفته می‌شود در حملات ترکیه کشته شده‌اند. بیش از 800 هزار غیر نظامی در افرین بودند، اما به خاطر جنگ هیچ راهی برای خارج شدن از این منطقه نیست. فقط از دهاتی که در آنها درگیری است می توانند به روستاهای امن‌تر بروند یا به مرکز شهر بیایند. کار را برای حفظ غیر نظامی ها سخت می کند. گفته می شود روسیه کردها و دمشق را برای این توافق راضی کرده، کشوری که ظاهراً به ترکیه هم چراغ سبز داده بود. یک بازی برد برد در برابر آمریکا. از یک طرف شکاف آنکارا و واشنگتن را عمیق‌تر کرد و از طرفی حالا بخشی از نیروهایی که آمریکا حامی آنها بود با دولت اسد پیمان می‌بندند. نمایی دیگر از پیچیدگی بازی قدرت‌ها در میدان سوریه. نفیسه کوهنورد، بی بی سی، اربیل.